در روزهای اخیر خبرهای مربوط به اتوبوس خوابی و مانند آن مستمرا از رسانه ها به گوش می رویدادی که نشان می دهد گروه های اجتماعی جدیدی در حال سقوط به زیر خط فقر هستند. خبرگزاری حکومتی ایلنا اخیرا نوشت بی سرپناهی همراهان بیماران شهرستانی باعث شده تانها برای هفته ها در خودرو در مقابل بیمارستان زندگی کنند. کرایه یک خودروی پیکان برای استقرار به مدت ده روز برابر با دیویست هزار تومان است. اینجا بیمارستان شریعتی است، یکی از بیمارستان تهران که بیماران بسیاری از شهرهای دیگر برای مداوا به اینجا می‌آیند و بعضا ماهها در تهران درگیر درمان می شوند. در ماشین پراید باز است و پارچه پنج شده روی در نشان می دهد. این ماشین سرپناهی موقتی است. مردی که گوشه جدول نشسته داخل ماشین پیکنیک روشن کرده و قابلامه یک کوچک آب جوش را رویش گذاشته است میگوید اینجا وضع همراهان بیمار خیلی بد است جایی نیست که بشود داخلش ماند همین ماشین ها را میبینی اینها خیلی هایشان همراه بیمارند این پیکان را برای ده روز کرایه کرده بودیم که دیویز هزار تومان باید بابت آن بدهیم خودمان رانندگی بلد نیستیم اما مالکش میگوید دو ماه ماشین اینجا بماند ممکن است خراب شود و مشکلی پیش بیاید اکنون روشن است که نه فقط کسانی که فقیر مطلق یا صرفا فقیر محسوب میشوند بلکه لایه های پایینی و میانی اخشار میانه هم در صف فقرا قرار گرفتند روند از محلال طبقاتی سریعی که در آن تمامی ساکنان ایران به جز آن 5 درصد حاکم همگی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.